با سلام خدمت دوستان عزیز، در خدمتتون هستم با جلسه دیگر از آموزش ساخت ویجت. این جلسه ادامه جلسه قبل با ساخت ابزارک لیگ رو پی میگیریم. تا اینجا پیش اومدیم، گفتیم بخش تنظیمات رو میخوایم درست بکنیم، اون رنگ ها رو که در اینجا دونه دونه اضافه بکنیم. این جلسه میخوایم یاد بگیریم که انتخابگر رنگ، همون کالر پیکر رو به ویجتمون اضافه بکنیم. در این جلسه یکی از همون فوتای کوزه‌گری رو یاد میگیریم، چون اضافه کردن انتخابگر رنگ یکمی قلق داره تو ابزارک های حالا جلوتر که چلو رفتیم میبینید دلیلش چیه. خب میایم اینجا و یک اینپوت دیگه اضافه میکنیم. نام این یکی رو میخواییم از این بذاریم، انتخاب رنگ قلم نام لیگ که LFC هست نامش اینجا داخل این چی اسکریپت. ما هم همون نام LFC رو بهش میدیم، LFC. همون کپی پیست گرفتم اینپوت بالایی رو، فقط نامه رو عوض میکنم کارمون کوتاهتر بشه. کلاس و این وایت فت رو میذارم، کالرش رو میخواییم به کالر پیکر تبدیلش بکنیم، یک کلاسی میدیم. این هم LFC. LFC و LFC. رنگ پیشفرزش سفید بود به صورت شیشتایی، اینجا پیشفرز رو بهش میدیم. LFC برابر است با شارپ 3 تا F. ببخشید، رنگ پیشفرز رو بهش دادم و اینجا هم این رو فقط براش کپی پیست میگیریم. LFC و LFC. خب آپدیت رو هم درست کردیم، حالا یه چکی میکنیم ببینیم درسته کار میکنه. رفرش رو میزنم، جدول لیگ رو باز میکنم، رنگ رو مثلا یکیشون رو به ای تبدیل میکنیم. درست، این هم باید 6 تا F باشه. حالا اینجا نفسی اینجا چک بکنم اینم چرا فقط F خالی گذاشت. پاک میکنم این یکی رو، جدول لیگ دیگه اضافه میکنم. بله F رو میذاره، درسته، دور اول نمیدونم شروع نذاشتش. خب بده میخواییم به کالر پیکر حالا این یکی رو تبدیل کنیم. این عنوان هاش هم باید تغییر بده، میذاریم رنگ قلم نام لینک، همون رنگ قلم همون میشه راه دیگه، رنگ قلم نام لینک. خب باشه تذبش کردم، فرشش رو میزنم. جدول رفرش هم نمیخواد، همین ذخیره رو بزنیم کافیه. خب حالا اینو به کالر پیکر میخوایم تبدیل بکنیم. واسه این کار یه اسکریپت باید اول به صفحمون اضافه بکنیم. من یک چیزی میسازم، یک فایل اسکریپتی script.js. خب به اینجا میام، واسه اضافه کردنش از یک اکشنی اضافه میکنیم، استفاده میکنیم تو بخش مدیریت به اسم admin on queue script، نه wp on queue script، فرق دارن این دو تا با هم. فقط admin on queue script فقط اون اسکریپت رو یا اون استایل رو تو بخش مدیریت واسه ما اونجا بارگذاری میکنه. اسکریپت یک فانکشنی میسازم به اسم vlz admin on queue scripts. function vlz admin on queue scripts. خب من میخوام فقط تو صفحه ویجت ها، یعنی این صفحه که الان توش هستم، این استایل و این فایل اسکریپت بارگذاری بشه. برای همین از این حالت استفاده میکنم، یک متغیر گلوبالی وردپرس داره به اسم پیج ناو. یک متغیر گلوبالی به اسم پیج ناو داره، تو اون پیج ناو صفحه جاری توی ذخیره میشه. اینجا من میگم اگر پیج ناو
برابر بود با widgets.php، یعنی تو صفحه ویجت ها بودن. ببینید هر صفحه‌ای که میرید بعد از اون ادمین اگه یک فایل اسکی یک فایل php است، مثلا اگه برم برگه ها اینجا مثلا نوشته edit.php، این مربوط میشه به صفحه edit.php، به همین شکل میتونید استفاده بکنید. خب اینجا میگم اگر widgets.php بود، یعنی تو صفحه ویجت ها بودم، onQ style color picker رو اینجا بارگذاری میکنم. WP این color picker از دو تا فایل تشکیل شده، یک اسکریپت، یک چی اصطلاحاً یک فایل CSS color picker. خب و حالا اون اسکریپت رو مرام بارگذاری میکنم، اسکریپتی رو که ساختیم onQ اسکریپت، هندلرش رو میدیم VLZ اسکریپت، مسیرش رو خب قبلا یک ثابتی ساخته بودیم به اسم VLZ، ظاهرش نکرد. اینجاست VLZ پلاگین URL، اینجا میاریمش بگین URL و script.js. dependency شو میذاریم یک فایل اسکریپتی به اسم WP color script که بعد از این بارگذاری بشه. jQuery خب به صورت پیش‌فرض خودش بارگذاری، وقتی این بارگذاری بشه اونم خودش شو jQuery به صورت پیش‌فرض بارگذاری هست، میتونید اون رو بارگذاری بکنید، فرقی نمیکنه. حالا باشه w color picker اشتباه ننویسید اینو. خب یه آلرت اینجا میدیم که مطمئن بشیم فایل بارگذاری شده، رفرش رو میزنم ببینید فایل بارگذاری شده درسته. خب حالا اینجا میام بقیه کار رو از اینجا پی میگیرم. دو حالت داره اینجا، چون jQuery داخل وردپرس از دلار استفاده نمیکنه برای علامت، از این حالت jQuery رو می نویسیم، فقط کیوش رو بزرگ می نویسیم استفاده میکنه. میتونیم از این روش استفاده کنیم. اینجا یک فانکشن بهش میدیم علامت دلار و اینجا jQuery. این یک حالت، یا اینکه میتونید همون اول بنویسید window.$ برابر است با jQuery. از هر روشی که راحتید استفاده کنید، من از این روش دوم همیشه استفاده میکنم و در اینجا می نویسم خب علامت دلار document.ready. موقعی که صفحه آماده به کار شد، یعنی بارگذاری شده بود فانکشن، خب اونجا میگم که خب ما گفتیم به این کلاسی دادیم، به این فیلدهای کالرمون به اسم کالر. خب میام اینجا حالا مینویسم کالرها رو بگیر و اونا رو تبدیل کن به WP کالر پیکر. فقط به شکل کمل کیس اینو مینویسید، یعنی حرف اول و کلمه اول کوچیک و حرف اول کلمات بعدی هم بزرگ. WP کوچیک، C کالر بزرگ و P پیکر هم بزرگ. رفرش رو میزنیم اینجا، حالا رفرش هم نمیخواد، یک رفرشی میزنیم باشه، رفرش رو نیاز داره حتما رفرش بکنید. خب ببینید به کالر پیکر تبدیل شد، چون مثلا رنگ سبز رو بهش میدم، ذخیره رو میزنم. خب ولی وقتی ببینید صفحه برمیگرده، ذخیره رو میزنیم برمیگرده، دوباره به این حالت در میاد. اینجاست همون جایی که باید به قول معروف یک چیز اضافه به صفحه اضافه بکنیم، چون نمیتونیم به کاربر بگیم صفحه رو چی کن، رفرش کن. خب میایم اینجا از این روش استفاده میکنیم، میگیم که بعد از این کالر پیکر میایم یک کدی اینجا اضافه میکنیم، میگیم که اسکریپت از همون روش قبلی
قیمت دلار رو بهش میدم. اینجا میگم دلار داکیومنت not ready. فانکشن. خب دوباره همون کدی رو که اینجا نوشته بودم واسهش می نویسم، ولی خب یک تفاوتی الان ما اینجا می خواهیم داخلش ایجاد بکنیم. اینو انتهای تمام فیلد ها می نویسیم این اسکریپت رو که دوباره اونا رو به کالر پیکر برای ما تبدیل بکنه. من میتونیم راحت ازش استفاده بکنیم، خیلی راحت. من رفرش رو میزنم، دوباره نگاهی بهش میندازیم، رنگو داره. خب رنگو تغییر میده، میذاریمش رو سفید. ذخیره رو میزنیم، دوباره هستش. خب پاکش میکنم، یه دونه دیگه اضافه میکنم. جدول لیک، افزودن ابزارک. خب موضوع اینجاست، موقع که یه دونه جدید اضافه میکنید دوتا میسازه. خب دوتایی میسازه. واسه اینکه بتونیم اون دومی رو پاکش بکنیم، این دلیلش این است که این چون تو صفحه نیستش، موقعی که اضافه میشه که حالت دوتایی به خودش میگیره، جدید که میذاره، خب این دوتایی کمی کاربر رو گیج میکنه، اون دومی رو باید پاکش بکنیم. واسه دومی از این، حالا بخوام توضیحش بدم اینجوریه، من از این راه حل استفاده کردم، کالر این اینسپکتر رو زدم، میبرمش پایین، انتخابش کردم. خب موقعی که بیام بالا اینجا کانتینر، یک ویجت کانتنتی هست، درون اون یه WP کالر هست، در این اون WP کالر یک WP کالر ریزالت هست، اون رو باید مخفی بکنم. این اولی رو میخوایم مخفی بکنیم. واسه این حرکت میایم این پایین میگیم که کلاس ویجت کانتنت فایند با کلمه کلیدی فایند بگیم پیدا کن، باز هم میتونیم کلمه کلیدی بدیم، بگیم زیر مجموعه اندیم، همه رو نمیخوایم بدیم چون دو زیرش دو تا WP کالر هست، دومی هم مخفی میشه، فقط اولی رو میخوایم. میخوام خود زیر مجموعه خودش باشه، از این علامت بزرگتر من میذارم که تو CSS میگه فقط زیر مجموعه خودش. کلاس WP پیکر کانتینر و درون اونم فایند دوباره همون حرکت WP کلاس WP کالر ریزالت و در انتها میگیم هایدش بکن. پس ما الان اینجا چیکار کردیم؟ گفتیم که WP کالر کانتنت رو بگیر، درون اون بگرد، اگر زیر مجموعه اصلی خودش WP کالر پیکر کانتینر هست اون رو هم بگیر، و اگه درون WP کالر پیکر کانتینر WP کالر ریزالت هست اون رو پیدا کن و بعد اون رو مخفی کن برای ما. خب من این رو پاکش میکنم، اینجا یه دونه دیگه اضافه میکنیم، جدول لیک باشه، رفرشی باید بزنیم. حالا ممکنه کارم نکنه، این باید به قول معروف انقدر این کار رو ادامه بدیم تا بگیره. الان ببینید درست شد، صفحه رو رفرش کردم درست شد. خب پاکش میکنم، یه دونه دیگه اضافه میکنم، افزودن ابزارک. ببینید دیگه دوتایی نیست، تکیه، اون حالت دوتایی خودش رو از دست داد. خب ما تو این جلسه یاد گرفتیم که کالر پیکر به صفحمون اضافه کنیم و موقعی هم که اضافهش میکنیم تو همون حالت افزودن ابزارک، یاد گرفتیم که وقتی دوتایی شد اون دومی رو چجوری از بین ببریم که کاربر نبینش و درست دیده بشه کالر پیکر ما. امیدوارم از این جلسه استفاده لازم رو برده باشید.